استفاده بکنید. بسیار خوشحالم که در برنامه استثنایی امشب یک دوست خوب، یک نفر که وقتی در موردش میخوندم میدیدم که واقعا در این مدتی که در خارج از کشور بوده یکی از فعالترین کسانی بوده که اثرگذار بوده، دکتر جامعه شناسه از دانشگاه سوربن، یکی از بعد اسم دانشگاه سوربن معلومه، دکتر جامعه شناسه آقای دکتر حسین لاجوردی. بسیار خوشحالم که امشب لطف کرده آمده در کنار من نشسته و میتونیم با همدیگه یک گپ دوستانه داشته باشیم. اما علت این که خواهش کردم که در این چند روزی که در لس آنجلس هست، به زودی میره، باید بره شهر خودشون، ما هر کدوم یک گوشه دنیا را انتخاب کردیم و اونجا هستیم، اینه که از تورنتو، این شهر زیبای کانادا، آمده که اونجا یک کنفرانس ویژه داشته. خواهش کردم که راجع به این کنفرانسشون و راجع به نکاتی که به ذهن من میرسه با او بیشتر صحبت بکنیم. خانم ها، آقایان، آقای دکتر حسین لاجوردی، بسیار خوش آمدید. خیلی سپاسگزارم، خیلی خوشحالم که اینجا با شما و در تلویزیون اندیشه هستم. بسیار ممنونم. خواهش میکنم. شما دکتر جامعه شناس هستید. آیا واقعا جامعه امروز ایران رو میشه شناخت؟ طبیعتا وقتی که با این تیترها برخورد میکنیم به این نتیجه میرسیم که همونطوری که یک پزشک، یک نمیدونم شیمیست، یک جغرافیدان، یک آرشیتکت در زمینه کار خودش کار میکنه، میتونه قدمهایی رو برداره. ولی یه نکته رو شما اشاره کردید که آیا میشه شناخت؟ به نظرم این سوال سوالیست که اگر بخواید پاسخش من در مورد ایران بدن، از شما خواهش میکنم یه چند سالی با یک بودجه هنگفت و اجازه امکان رفتن من به ایران که بتونم برگردم فراهم بشه، تا بلکه آدم یه مطالعاتی رو بکنه. چرا؟ آقای کاردان، تفاوت رشته تحصیلی من، رشته تخصصی من با یک پزشک خیلی متفاوته. یک پزشک، به خصوص یک پزشک متخصص، امروز شما میدونید که انقدر تخصص در پزشکی به وجود آمده که هر عضوی از بدن انسان یک تخصص رو داره. کاملا درست. در نتیجه اون میتونه که کار راحتی باشه، چرا که در اون رابطه تخصصی اون پزشک متخصص میشه و همه مسائل رو دنبال میکنه. به همین دلیله که اگر که یک کسی پاش میشکنه نمیتونه بره پیش پزشکی که ناراحتی چشم رو داره یا ناراحتی های دیگر. ولی کاری که امثال من میکنند کار بسیار حساسی است، خاصه وقتی که توی جامعه ای قانونمندی وجود نداره. وقتی قانونمندی تو جامعه وجود نداره، آغاز گام‌های اول سردرگمی است. مگر اینکه شما جامعتون رو از نظر گروه‌های سنی افرادی که درش هستند مطالعه بکنید، بعد مطالعه اولیه میتونه مطالعه جمعیتی باشه، بعد مطالعه عادت‌ها باشه، بعد همینجا که حالا جنابالی اشاره کردید به مسئله تورنتو، بعد مطالعه جنسیتی باشه، زن و مرد باشه، در قالب اینها تازه آدم بتونه بره جلو ببینه که به عنوان مثال گروه سنی 20 تا 29 سال که امروز بالاترین جمعیت ایران رو در خودش داره، استثنا داریم جمعیت حدود 80 میلیونی ایران، 23.5% در گروه 20 تا 29 ساله. یعنی از هر 4 نفر یه نفر تو این گروه سنیه. خب وقتی این گروه سنی رو شما نگاه میکنید که بعد از انقلاب به دنیا آمده، توی انقلاب بزرگ شده، توی این مجموعه جامعه ایران زندگی کرده، شناختن خود این سالها و کتابها و تحقیقات بسیار ببینید یه نکته رو بگم. در مجموع صحبتهایی که فرمودید من سوالات بسیاری خواهم داشت که الان فکر میکنم از بحث ما دوره، که در این جامعه شناسی تأثیر مذهب چجوریه، تأثیر خانواده چجوریه، نوع حتی پدرها و خلق و خوی مادرها و اینا چجوریه. بسیار بحث طولانی است. اما تا اونجا که مطلع شدم، شما در کنفرانس تورنتو راجع به جنبش زنان و آینده ایران
موضوع صحبت شما بوده و داشتیم با هم دیگه قبل از برنامه صحبت میکردیم و حضورتون عرض کردم که من فکر میکنم که ما مردان ایرانی یا شاید تمام مردان جهان مدیون خانم ها هستیم و در طول تاریخ آنچنان که باید و شاید اون کاری رو که در مورد خانم ها باید انجام بدیم ندادیم و ظلمی که بزنیم. خانم شما دارن برنامه رو نگاه میکنن دیگه. برنامه رو دارن اتفاقا خانم خود شما الان دارن میبینن و همیشه گفتم که ما مدیون خانم ها هستیم و داشتم نگاه میکردم به بسیاری از کارهایی که این روزا مخصوصا دختران جوان میکنن، یعنی یک استقامت یک نیروی ویژه‌ای با همون برداشتن روسری، با همون لباس‌های رنگین، آنچه که از آتشون برمیاد. و یک نکته بسیار جالبی رو دیدم در یه جا که دختر خانم‌ها یاد گرفتن که آخه بعضی از مردانم که اصلا پلیس نیستن اینا تذکر میدن که این چه لباسی، اینا یک کلمه رو دارن که به تو چه، و واقعا به کسی چه مربوطی که چه کسی داره چه نوع لباسی یا با چه خلق و خویی هست اینا. در این کنفرانسی که داشتین در تورنتو، این شهر زیبای کانادا، شما راجع به جنبش زنان و آینده ایران به کجا رسیدین؟ آقای کاردان، من سالهای درازی است در این زمینه کار میکنم، در مسئله زنان به خصوص، و این سخنرانی من، این صحبت من در تورنتو یک قسمت، یک فصل از کتاب آینده من تحت عنوان ایران قرن 21. بله. این یه فصلشه. چرا این کار رو من دارم انجام میدم؟ برای اینکه امروز برخورد به این کردم که ما ناگزیر، همونطوری که استعداد دارید، من همه کارام تحت عنوان امروز و فردای ایرانه. نه به این معنا که گذشته بده، نباید. اصلا اون یک تجربه است. ولی امروز و فردا معنی داره. این بحث امروز و فردا من رو بیشتر فکرم رو برده به این که چه کسانی سازنده امروز و فردای ایرانن. به این معنا این فصل از کتاب رو اختصاص دادم به مسئله جنبش زنان و آینده ایران، چرا که اعتقادم بر اینه، و در آخر صحبتم باز به همین نکته خواهم رسید. در ایران دو انقلاب به وجود آمده، انقلاب مشروطیت و انقلاب اسلامی. من اعتقادم بر اینه که انقلاب سوم ایران انقلاب زنان در ایرانه. بله، موافق شما هستم. و چرا؟ این توی این صحبت من، که البته من خیلی مختصر خدمتون عرض بکنم، من نگاه کردم تاریخ ایران رو از دوره باستانی به این طرف، دوران هخامنشی و دوران ساسانی و دوران اشکانی، شما به زنانی در ایران برمیخورید که فرمانده ارتش و فرمانده لشکر هستند. بله. فرمانده نیروی دریایی هستند، یعنی جایگاهی رو دارن بسیار بسیار بالا. همینطوری که جلوتر میایم، به هر حال در دوران حضور اسلام در جامعه ایران، مثل همین امروز، یک مقدار خیلی خیلی زیادی سرکوب ها برای زنان به وجود آمده به دلیل تفکر ایدئولوژیک اسلامی که زن خانه نشین باید باشه، زن حالا احترام هم میذارن مادر، زن نمیدونم کار نباید بکنه، همه امکانات در اختیار مرده. این رو من وقتی جلوتر میام عرض میکنم، میخوام خلاصش بکنم، میام به زبان مشروطیت میرسم. مشروطیت، دوران مشروطیت، انقلاب مشروطیت برای ما دوران بسیار بسیار تعیین کننده ایه در تاریخمون. بله. چرا که بعد از قاجاریم، دوران قاجار دورانی است که به هر حال دوران قبیله‌ای است در ایران، و دوران مشروطیت آغاز یک بیداری است. وقتی من دوران مشروطیت رو نگاه بهش می‌کنم، می‌بینم که درسته که حرکت و جنبش زنان در زمان مشروطیت، در بحبوحه انقلاب مشروطیت، الزاماً خواستهای زنانه پشتش نبوده، ولی خواستهای سیاسی پشتش بوده. به این معنی که من فقط یکی دو مورد رو خدمتتون عرض بکنم. زمانی که نمایندگان دوره اول مجلس میخواستن که آوانسی به روسیه بدن و خواستهای اونها رو انجام بدن، ما میبینیم که 300 نفر زن چادری میره تو مجلس، از زیر چادر اسلحه در میگن، تپانچه ها رو در میارن و میگن که به نفع روسیه رأی بدید ولی از اینجا بیرون نمیرید. یا نمونه دیگری خدمتتون عرض بکنم که نمونه دیگری رو ما میبینیم زمانی که
تبریز در محاصره است، زینب پاشایی در اونجا هستش، این خانوم میاد و در انبار قلعه‌ای که احتکار کرده بودن رو با اسلحه باز میکنه، میگه که صاحبش بیاد جلو تا من بکشمش، بعد در اختیار مردم میگذاره. یه نمونه‌ای که من خیلی تحت تاثیر قرار داد این زمانی بود که یک سربازی مجروح میشه سخت، میبرنش به بیمارستان و توی بیمارستان نمیذاره که مداواش بکنن، جراحیش بکنن، میگه که تا ستارخان نیادش اینجا من اجازه نمیدم. ستارخان میاد برها بالا سرش، بهش میگه که ما به تو احتیاج داریم، مرد چیکار داری میکنی، چرا اجازه نمیدی؟ میگه بگید بقیه برن بیرون تا من به شما بگم. بقیه میرن بیرون، به ستارخان میگه آخه من زنم، لباس مردونه تنمه. ببینید همین الان که آدم اینو میشنوه به چه شکله. کاملا. یا موارد دیگه‌ای که همینطوری جلو میایم و شاهدش هستیم، خیلی موارد زیادیه. بازم عرض میکنم اینها گوشه هایی از جنبش زنان ایرانه که من اینها رو آوردم مطرح کردم به یک دلیل مشخص، به این دلیل که به زنان امروزمون بگیم که شما بی پشتوانه نیستید، شما کسانی هستید که از یک کوله پشتی معتبر دارید امروز مبارزه میکنید. این رو من آوردم به دوران رضا شاه. به دوران رضا شاه وقتی من نگاه میکنم، اجازه بدید من واسه این که یک سوء تفاهمی واسه هیچ کس پیش نیاد خدمتتون بگم که من با سلطنت مخالفم، با هر حکومت تکیاخته‌ای، با جمهوری اسلامی 100,000 برابر بیشتر، ولی من کتاب انصاف سیاسی اجتماعی دارم، میگم که باید نگاه دقیق به جامعه امروز ایران کرد و با انصاف نگاه کرد. من با سلطنت مخالفم، ولی نمیتونم نادیده بگیرم که رضا شاه جامعه قبیله‌ای ایران رو به جامعه مدرن آورد. نمیتونم نادیده بگیرم که دورانی که 1314 مسئله کشف حجاب بود، یک حرکت اجتماعی توی جامعه ایجاد شد، یک حرکتی که حرکت هویتی نامشه. حالا میشه گفتش که میتونست که این خشونتش کمتر باشه، اون یه بحثیه که باید در اون زمان مطرح کرد با موافقین و مخالفین خودش. ولی آقای کاردان، این رو خدمتتون من باید ناگزیر بگم، میتونیم بگیم رضا شاه دیکتاتور بود، مستبد بود، ولی نمیتونیم بگیم این کارا رو نکرد. ببینید من اجازه این نکته رو بگم خدمتتون، اگر رضا شاه با دیکتاتوری دانشگاه ساخت، زنده باد اون دیکتاتوری. اگر با دیکتاتوری جاده ساخت، اگر با دیکتاتوری مدرسه دختران و پسرانه درست کرد، اگر با دیکتاتوری وادار کرد عده‌ای برن در خارج تحصیل بکنن، وقتی که رضا شاه آمد ایران رو، قدرت رو دست گرفت، ایران تقریبا از بین رفته بود. واقعا از بین رفته بود، نه ارتشی داشت، نه جایی داشت. یک مدارس ملاها بودن که فقط به مردها درس میدادن و اونم درس قرآن و غیره و غیره. اون مدرسه ساخت، اون دخترها رو آورد تو مدرسه، پسرها رو آورد، دانشگاه ساخت و همه اینا. اگر در پناه دیکتاتوری اون، اولا یه سوال میکنم، غیر از دیکتاتوری میشد اون کارو کرد یا نه؟ همین من خدمتتون الان عرض کردم، گفتم که اون یه بحثی است که میشد با موافقین و مخالفین خودش انجام داد، ولی بحث من در اینجاست ما بگیم رضا شاه مستبد و دیکتاتور بود، ولی بگیم این همه کار رو انجام داد. متوجه هستم هستید؟ درسته، کاملا درسته. نیاییم بشینیم، چون تو این 30 و چند ساله ما برخورد به این قضیه کردیم دیگه. یک عده فقط و فقط میگیم زنده باد شاه، یه عده میگیم زنده باد مصدق، یکی میگیم مرگ بر این، یکی میگیم مرگ بر اون. این کار نمیتونیم، ما جامعه ما قفل شده به همین دلیل. ما یاد نگرفتیم بگیم که مصدق میتونه که بزرگترین خدمت رو به ایران کرده باشه، این ایراد هم داشته باشه. من کاملا درست. رضا شاه، محمد رضا شاه، هر کدوم، هیچ تفاوت نمیکنه. من در مورد خمینی میگم، من میگم که خمینی، آقای خمینی ببخشید، با وجود همه این جنایت ها اصلا باور نکردنیه، این فاجعه ای که تو این 37 سال سر ما همه ما آمده، یک ویژگی بزرگ داشته. میدونید چی بوده؟ بفرمایید. به ما نشون داد که شالاتانیزم مذهبی یعنی چی.
یعنی خدمت کرد به ما. یعنی پنجره رو به ما باز کرد که ما از پس این پنجره واقعیت این مسائل رو امروز رو موافقم با تون ولی این دلیل تاییدش نیست. نه 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 منظورم که ما میتونیم که تجربه مثبت بگیریم، کما اینکه من همینجا باز خدمتتون عرض بکنم، ممکنه باز این چند ثانیه سوال برانگیز بشه این صحبت من. من امروز در طول این 37 سالی که به مسئله زنان توی ایران نگاه میکنم، میگم که جمهوری اسلامی بزرگترین خدمت رو به زنان ایران کرد. حالا ازم سوال بکنید چرا؟ میگم که این خشونت و سرکوب زنان باعث رشد و شکوفایی زنان شد. باعث متوجه ازم هستید؟ یعنی الان نگاه نکنید، من الان تو صحبت تورنتو میرسم به همین مرحله که چرا انقلاب سوم، میرسم به این قضیه. ولی منظور من اینه که همه سرکوب ها، همه دیکتاتوری ها الزاماً نتیجه بد نمیده. یک هوشیاری به وجود میاره که جامعه رو حرکت میده. کاملا صحیحه. مثلا جنگ بسیار چیز کثیفیه، ولی بهترین اختراعات جهان زمان جنگ شده بالاجبار. یک نکته رو ببخشید، من خودم برای خودم میخوام روشن بکنم. مطلبی رو که در مورد سلطنت گفتید، البته اون نکته‌ای که شما میفرمایید حکومت یک نفره، پادشاهی یک نفره، من فکر کنم اکثر ما فکر میکنیم کار درستی نیست، ولی امروزه میبینیم که بسیاری از کشورهایی که سلطنتی هستن جزو کشورهای دموکرات دنیا هستن و جزو کسانی هستن که مردمشون در پناه همون پادشاه زندگی بسیار، سوئد، نروژ، دانمارک، بلژیک و انگلستان و اینا جزو بهترین ها هستن، چون اصولش اون تک نفری نیست، اصولش اون دیکتاتوری یک نفری نیست. من نمیدونم آینده ایران، امیدوارم اول آزادی و دموکراسی و رفاه برای مردم باشه و بعد خود مردم. نوع الان دعوا سر نوع این نباید باشه، بعد الان باید سر این قضیه اصلی باشه. با شما بسیار موافقم در یک نکته‌ای که اول فرمودید، گفتید من همیشه راجع به امروز و فردا صحبت میکنم. یک نکته ایست، میگن که آهو 75 مایل در ساعت میتونه سرعت بگیره، شیر 54 مایل، ولی شیر آهو رو شکار میکنه. میدونین چرا؟ آهو مرتب به پشت سرش نگاه میکنه، یعنی به جلو نگاه نمیکنه. گاهی اوقات میبینم کسانی که بحث میکنن اصلا به جلو نگاه نمیکنن، فقط دلیلش به پشت. دلیلش اینه که به جلو نگاه کردن سخته. درسته، من و شما میتونیم که بنشینیم به مورد یه نفر صحبت بزشته. بکنیم مرتب تا همینطوری که تا 37 سال کردیم، ولی وقتی که بخوایم در مورد فردا حرف بزنیم، باید که کار ارائه بکنیم. درسته. باید پروژه ارائه بکنیم. باید فکر ارائه بکنیم. متوجه هستید؟ باید که تنها نگیم که چرا مردم نمیریزن تو خیابون آقای خامنه ای رو از بین ببرن، باید بگیم که چگونه میشه ریخت به خیابون. چه فکر مطرح کردن، شناختن جامعه است و راه پیدا کردن. این راه پیدا کردن سخته. در همین دلیل ما همیشه ترجیح میدیم که بگیم که مصدق خوب بود، شما بگید شاه خوب بود یا عکسش، هیچ تفاوت نمیکنه. این بحث گذشته است. نمیدونم، در بحث گذشته کار راحتی است، ولی نکته که فرمودی در آینده و آینده نگری کار مشکلی است و باید مطلع باشی، باید بتونی دقیق صحبت بکنی. این کار تخصصی است آقای کاردار، این کار تخصصی است. کاملا درسته، کاملا. اولا ببینید آقای لاجوردی عزیز، من از یک نظر برای شما یک احترام ویژه قائلم، برای که شما میتونید مثل بسیاری از کسانی که امروز در نقاط دنیا هستن دنبال کارهایی باشید برای اداره زندگیتون و برای مسائل دیگه، ولی مقدار زیادی نیروتون رو دارین صرف نکاتی میکنین که برای ما بسیار جالبه و احترام ویژه‌ای دارم براتون و به عقایدتون احترام میگذارم و در این طول سالهایی که من شما رو شناختم میبینم که چقدر سفر میکنید، چقدر با کوشش بسیار سعی میکنید که این کنفرانس ها رو راه بندازیم، برای که کار ساده‌ای نیست جمع کردن افراد، کار ساده نیست راه انداختن کنفرانس هایی که من بعضی ها شاهدش بودم، برای که باید خیلی ها کمک میکردن، باید خیلی ها یاری میرسوندن بهتون برای که بتونین بیاید و اینها. ببینید موضوع کنفرانس تورنتو که جنبش زنان بوده رو راجع بهش بیشتر صحبت میکنیم، اما یه مسئله که امروز برای من بسیار جالبه، برای خود من علامت سوال بسیار هست جلوش، این موضوع اتمی ایرانه. ببخشید شما رو گیر آوردم، میخوام واقعا سوال کنم اینا.
این آقایون و خانم های پنج به علاوه یک که سال هاست هم در حال مذاکره، من نمیدونم که این مذاکره یا جمهوری اسلامی میخواد اتم بسازی یا نمیخواد بسازی. اگر نمیخواد بسازی که مشکلی نیست. البته من فکر میکنم که هر ایدئولوژی، هر انرژی، هر چی رو شما بگین حق یه ملته که داشته باشه، نمیتونی بهش بگی نداشته باش، برای که امروز اتم فقط در راه بمب نیست، استفاده پزشکی میشه، استفاده برق میشه، استفاده بسیاری کارها میشه، ملت‌ها نمیتونن محروم باشن. اما دیکتاتورهایی که سعی میکنن در پشت یک اسلحه‌های باعثن که دنیا ازشون بترسه، خب، و همینطور که میبینیم که وقتی که رقابت بین هند و پاکستان شد، هر دو رفتن اسلحه گورخانه درست کردن برای که از هم دیگه بترسن و هیچ وقت هم فکر نمی‌کنم جرأت بکنن که بمبی رو بندازن. و جمهوری اسلامی هم شاید فکر می‌کرد که اگر بگه که من اتم دارم و شاید به این زودی نتونن کسی حکومتش رو برداره، براندازه. الان این موضوع اتمی چیه که این همه ما داریم میشنویم، میگن که امروز من این خبر خوندم که بله، وزیر امور خارجه فرانسه گفته ما تا نریم بازرسی از مراکز آرتش هم نکنیم و اینها امضا نمی‌کنیم. آقای خامنه‌ای فرمودن که حق نداره کسی، خب پس نمیتونن توافق کنن دیگه، شاه خدا نداره که. ولی به محض اینکه وضع اقتصادی خراب میشه یه جوری شل میان، یه جوری بفرمایید این موضوع چیه؟ ببینید آقای کاردان، مسئله اتمی دو بخش داره به نظر من. یک بخشش بحث 100% تخصصی است که از عهده بنده ساخته نیست. بله. یک بحثش بحث اجتماعی سیاسی جامعه ایرانه و حکومت ایران. من شخصا خودم از طرف انجمن پژوهشگران ایران 8 سال پیش نامه رو به دبیرکل نوشتیم که دبیرکل سازمان ملل، که اگر در منطقه‌ای که ما زندگی میکنیم، در شمالمون روسیه، در چپ و راستمون هند و پاکستان و اسرائیل به انرژی هسته‌ای دسترسی دارن، ما هم باید داشته باشیم. ما هیچ کمتر از اون جاهای دیگه نیستیم، از نظر استراتژیک، از نظر بحث سیاسی، بحث اقتصادی حاکی از انرژی هسته‌ای و غیره. ولی بحث ما و شخص من در اینجا اینه که کلید استفاده از این در اختیار حکومت جمهوری اسلامی نباید باشه. بازگشتم به چیه؟ بازگشتم به اینه که ایران دنیا باش اختلاف نداره، دنیا با حکومت جمهوری اسلامی اختلاف داره، کما این که در زمان شاه ما قرارداد 15 نیروگاه اتمی داشتیم. به فرانسه اشاره کردید، بزرگترینش با فرانسه بوده و حتی در اورودیف فرانسه ما مشترکاً شریک بودیم در این کارخونه برای آلومینیوم غنی شده. بله. یعنی مسئله خیلی روشن بود. پس درنچه میگم در اختیار جمهوری اسلامی نباید باشه، چرا که جمهوری اسلامی نه حکومت ایرانه به نظر من، نه حکومت قابل اعتماده. درست. خب اگر به این ترتیب قضیه نگاه بکنیم، برمیگردیم به این که این ماجرا به چه شکله، چرا این همه ادامه پیدا کرده. من همیشه اعتقادم بر این بوده، امروزم خدمتتون دارم میگم، مرتبم تو مصاحبه هام و نوشته هام هست، این توافقنامه به جایی نمیرسه. حتی اگر بیان یک امضای سوری بکنن به ماه‌ها و یک سال نخواهد کشید. دلیلم چیه؟ دلیلم اینه که جمهوری اسلامی که رفته به دنبال سلاح هسته‌ای، اگر نداشته باشه دیگه جمهوری اسلامی نیست. متوجه ارزم هستید؟ جمهوری اسلامی هیچی نداره. جمهوری اسلامی پایگاه داخلی مردم رو نداره. جمهوری اسلامی امروز یک دوست در منطقه نداره. جمهوری اسلامی امروز اعتبار بین‌المللی نداره. همه جمهوری اسلامی رو به عنوان حکومت تروریست میشناسن. همه ما ایرانی ها غیر از اون درصدی که به حال حقوق بگیر و در حال وظیفه که من در اونجام در زم مورد خودش بحث خواهم کرد که اون هم بهش اطمینانی نیست که حتما با جمهوری اسلامی بمونه. ولی اگر که این رو بیشتر بهش دقت بکنیم، میبینیم که بحثی که در دنیا وجود داره، دنیا میگه جمهوری اسلامی نباید داشته باشه، جمهوری اسلامی نمیتونه نداشته باشه. متوجه ارزم هستید؟ به همین دلیل این کش و قوس ها به وجود میاد. این کارهایی که اینها دارن میکنن به نظر من بزرگترین، من همیشه تلاش میکنم که از واژه خیانت استفاده نکنم، من در
فرانسه زندگی کردم و درس خوندم و اینها. اونجا به یک نفر به جنرال پتن گفتن خائن، 60 سال بعد پس گرفتن بله. و جنازه‌شو آوردن در بزرگ مرکز بزرگان فرانسه. همینو میخوام خدمت من سعی میکنم که از واژه خائن استفاده نکنم ولی این کار برای ملت ایران خیانته. این فرق میکنه با این که ما استفاده از تجهیزات نمیدونم انرژی هسته‌ای داشته باشیم. این متفاوته. اولا که امروز ما نیاز داریم یا نیاز نداریم، یک سوال باید پاسخ داد. امروز هزینه‌ای که ما پرداختیم چقدره؟ امروز بهایی که میپردازیم برای این که این کار انجام نشه، ببینید چی میخوان. من تو یک صحبت 3-4 دقیقه‌ای دارم، اگر که امکانش باشه پخش کنم. خیال میکنم در 1392 داشت عنوانش. من بله من عنوانش رو گذاشتم 1329 1392، چرا که بحثش ملی شدن نفت رو مطرح بله. کردم و این طرف بحث به زانو زدن جمهوری اسلامی رو، در اون طرف من مطرح کردم که درست نفت ملی شد ولی یادمون نره بالاتر از ملی شدن نفت به دست ما یه چیزی رسید. اون چیزی که به دست ما رسید بالاتر از ملی شدن نفت هویت ما بود. درست. از زیر استعمار انگلیس کاملا ما سر بلند کردیم. بله. امروز شما نگاه بکنید ببینید که ما که از 95% مسائل خبر نداریم، که ببینید که با چه ذلتی هر روز امریکا و دیگر 5 به اضافه 1 بهانه دیگه میارن، باز همینا میپذیرن. این ذلته. درست. اون قدرت بود. بله. اگر حال اجازه بدید به اون یک قسمت چند دقیقه است و با هم دیگه نگاه میکنیم در 1392، با هم نگاه میکنیم برمیگردیم در خدمت آقای لاجوردی هست. به دنبال قطعنامه های شورای امنیت و تحریم های بین‌المللی بر مردم ایران و حکومت جمهوری اسلامی که به دنبال سلاح هسته‌ای بوده و هست برای به وجود آوردن یک حکومت ایدئولوژیک اسلامی، توافقنامه‌ای در ژنو بین جمهوری اسلامی و 5 به اضافه 1 به امضا رسید. به دنبال امضای این توافقنامه قرار بر این شد که سانتریفیوژ ها متوقف بشه و اورانیوم غنی شده از 20% به زیر 5% نزول پیدا بکنه. این مسئله به روشنی نشون میده که اگر ما به دنبال انرژی هسته‌ای و یا حتی سلاح هسته‌ای هستیم، چون این مسئله رو من جدای از جمهوری اسلامی نگاه میکنم، انرژی هسته‌ای رو ما باید داشته باشیم به این معنا که در نهایت برای آینده مملکتمون لازمه، ولی بحثی که در رابطه با جمهوری اسلامی و استفاده از سلاح هسته‌ای است، این بحث اصلی تره که آیا این سلاح هسته‌ای باید دکمه استفاده از اون در اختیار مقامات جمهوری اسلامی باشه، حکومتی که تروریسته و حامی تروریست در منطقه و در دنیاست. این بحث رو از همدیگه باید جدا کنیم و متفاوت بهش فکر بکنیم. ولی در نهایت اگر در شمال ایران، در شرق و غرب و شمال و جنوب ایران کشورهایی هستند که دارای سلاح هسته‌ای هستند، از نظر استراتژی ملی ما هم باید که داشته باشیم. بحث من بحث دیگری است. بحثی است که وقتی که نگاه میکنم که در سال 1329 نفت ایران ملی شد به رهبری دکتر مصدق، در اون زمان ما یک کشوری شدیم که تونسته بودیم جلوی ابرقدرت زمان یعنی دولت انگلستان بیستیم و ملی شدن نفت برامون این اعتبار و این هویت رو به وجود آورده بود که سرمون بالا نگه داشته بشه. امروز وقتی که نگاه میکنیم به توافقنامه جمهوری اسلامی و متوقف شدن سانتریفیوژها، متجاوز از 200 میلیارد دلار هزینه‌ای که به بدبختی مردم ایران، به بیکاری، به فاجعه‌های انسانی انجام میده نگاه میکنیم، میبینیم که چه تفاوتی بین این و اون هست. این واقعیت وجود داره که ببینیم اونجایی که برای ما اعتبار و هویت آورد و اینجایی که جمهوری اسلامی جلوی ابرقدرت‌ها زانو زد، فقط و فقط به این معنا که از حدود 100 میلیارد دلار ثروت مردم ایران در رابطه با نفت و گاز که خارج از
ایران در تحریم هست بتونه در مدت 8 ماه ماهیانه 550 میلیون دلار درآمد داشته باشه و پول به دستش بیاد. این مجموعه درآمد نفتی ایران، نفت و گاز ایران در طول 35 سال گذشته حدود 12 تا 13 برابر کل درآمدهای مملکت از زمان ناصرالدین شاه تا سال انقلاب بوده. ببینید که با این ثروتی که ما در طول این 35 سال گذشته داشتیم میتونستیم که چند تا کشور رو از نو بنیاد بگذاریم، ولی امروز جمهوری اسلامی کشور ما رو، مردم ما رو به این بدبختی و حقارت رسونده و به این نگرانی های دل روزمره که در نهایت با حکومت آقای روحانی قرار بر این شده که 10 کیلو برنج و نمیدونم 30 تا تخم مرغ و چند تا شیشه روغن بهشون داده بشه. این بدبختی است، این ذلت، و این ذلت مختص فقط و فقط مقامات جمهوری اسلامی است که فارغ از منافع مردم ایران برای منافع ایدئولوژیک خودشون و حمایت گروه های تروریستی به انجام رسوندن. بسیار ممنون و استفاده کردم. خوب یادمه وقتی که این یادداشت های آقای علم رو میخوندم، در یک جا به اتفاق پادشاه رفته بوده بوشهر که کارخانه برق اتمی در حال ساختن بوده و 2 سال بعد باید تمام میشود. یعنی یادداشت علم که دارم میکنم بعد به 43-44 سال پیش برد. بله کاملا. خب و قرار میشه و آقای علم می نویسه که پادشاه به من گفتش که این تازه یکیست و ما قراردادهای متعددی داریم که در گوشه و کنار ایران که کارخانجات برق اتمی داشته باشیم. و یعنی از اون موقع تا به حال این کارخانهی که اون موقع زیمنس آلمان مثل این که یک قسمتش رو بله یک قسمتش رو می ساخت که حالا روس ها در حدود 37-38 ساله که میلیارد ها میلیارد دارن پول می گیرن، هنوز هم مثل این که به راه نیفتاده. آقای کاردان، اینی که می‌فرمایید خیلی نکته جالبی هست. من همین چند ماه پیش بود معاون انرژی همین سازمان انرژی اتمی در ایران یک مصاحبه کرده که گفته که ما 35-36 سال داریم به روس‌ها پول میدیم، ضمن اینکه 70% این نیروگاه در زمان حکومت قبلی ساخته شده. بله. و باز هم به نتیجه هنوز نرسیده. بله. یعنی به هر حال ببینید مسئله در اینجاست. شما به چند قطعنامه برای ایران صادر شده، این چند قطعنامه در شورای امنیت صادر شده. بله. روسیه و چین دوست جمهوری اسلامی هستند، میتونستن وتو کنن، نکردن. بله. اونا هم امضا کردن. میدونم. بله. اجازه مستی. بله. یعنی اونها هم امضا کردن. یعنی مسئله اصلی اینه که هیچ کس، هیچ کشوری، ضمن اینکه دنبال منافع خودشون هستن، اعتماد به جمهوری اسلامی نداره. نه، ولی پای منافعشون که میاد. دقیقاً. امروز چین به خاطر اینکه پول ایران رو بگیره، حتی مهر و تسبیح هم در چین تولید میکنه، براشون میفرسته و قالیچه که روش نماز بخونن و غیره و غیره و میاد. البته در جریان صحبت رئیس جمهور چین حتما در شب یلدای ما همین چند ماه پیش هستید، ایشون یه سخنرانی کرده و گفته که من میدونم که مردم ایران از ما ناراضی هستند، ولی ما میخواییم بگیم که چرا از ما ناراضی هستید. ما توی چین که فقط جنسای بیخودی تولید نمی کنیم، که ما جنسای خیلی خوب هم تولید می کنیم. به سردمدارانتون بگید که از اون خوبا میارن. متاسفانه وقتی که ندونه همون چیزهای قلابیشون رو میارن اینجا. برگردیم بیایم به صحبتهایی رو که شما داشتید در کنفرانس هاتون در مورد زنان ایران. من فکر میکنم که امروز نگاه ما باید به خانم ها که در گذشته هم، من خودم میدونم که زمانی که قمرالملوک وزیری در گراند هتل لاله‌زار برای اولین بار بدون چادر آواز خوند، تعداد زیادی از مردها آمدن بیرون که خودشون رو چاقو بزنن که یک زن صداش رو رها کرده. و یا موقعی که برای اولین بار خواستن در روی صحنه تئاتر، چون به هر حال چون زنها کار نمی کردن، مردها نقش زنها رو بازی می کردن و مثل بسیاری از کشورها، و بعد زنهای ارامنه آمدن برای اولین بار روی صحنه تئاتر برای اینکه
نقش زنها رو بازی بکنن، بسیاری از مردها چشماشون رو میبستن که نبینن اون زنها رو. البته میشنیدن و زیر چشمی هم میدیدن، ولی فلان زنهای ما با زحمت بسیار راه پیدا کردن در تمام رشته ها، از ورزش گرفته تا هنر گرفته تا کارهای اجتماعی گرفته تا به حال ما در رژیم گذشته خلبان زن داشتیم، ما وزیر زن داشتیم و خانم ها راه طولانی رو طی کرده بودند و رسیده بودند به جایی که بتونن بگن زن ایرانی است، زنی است که مقامی والا داره و میتونه بیسته. و بعد یک دفعه چی شد آقای دکتر؟ یک دفعه چی شد؟ شما الان دنبال کنفرانساتون در مورد زن هستین. چی شده که ما امروز برای یک شانس کوچیکی که به خانم هامون بخوایم بدیم قاصریم؟ آقای کاردان، من فکر میکنم که اگر اون عدسه تاریخ ایران رو که اسمش جمهوری اسلامیه کنار بگذاریم، که کنار گذاشته خواهد شد، تردید نکنید، من امروز این اعتقاد رو دارم، اگر صحبت فرصتی بشه در زمینه مسائل اجتماعی سیاسی اقتصادی ایران چند دقیقه خدمتون هستم، من این اعتقاد رو دارم جمهوری اسلامی نمیتونه بمونه دلایل خودم رو هم دارم. ولی مسئله زنان ما این نیست که فقط جمهوری اسلامی خواسته سرکوب بکنه و اجازه نده. جمهوری اسلامی بزرگترین تلاشش در طول 36-7 سال گذشته سرکوب زنان بوده و هنوز موفق نشده ملاحظه بکنید. اجازه بدید من در یکی دو دقیقه این فاصله تا جمهوری اسلامی رو بیام جلو، چرا که میخوام که در مورد دوران محمد رضا شاه صحبت بکنم. در دوران محمد رضا شاه که شما هم اشاره کردید، زنان ما حق رأی پیدا میکنند با وجود مشکلاتی که آیت الله ها به وجود آورده بودند، من جمله آقای خمینی. این مرحله باز با بحث سیاسی محمد رضا شاهی متفاوته، این یه واقعیت اجتماعی جامعه ماست که زنان در اون موقع حق رأی پیدا میکنن، زنان ما به وزارت میرسن، زنان ما اولین زن سفیر ایران خانم دولتشاهی است، خانم سناتور، خانم دکتر مهرانگیز منوچهریان سناتور میشه، قاضی داریم. اجازه بدید آقای کاردانی من خدمتتون عرض بکنم، خانم منوچهریان، خانم مهرانگیز منوچهریان دو جایزه بین‌المللی میگیره، جایزه صلح سازمان ملل رو میگیره و جایزه حقوق بین‌المللی رو میگیره. یک خانم و تا همین چند سال پیش هم در قید حیات بود. این خانم برخلاف خانم شیرین عبادی نمیگه که من زن مسلمان هستم، با افتخار میگه که این جایزه هایی که به من داده شده به دلیل اعتبار ایرانی و ایرانه. متوجه هستم هستید؟ همینطوری که ما وقتی میایم جلو نگاه میکنیم به زنانی برخورد میکنیم که به هر حال کارهای بسیاری کردن. در همین دوره محمد رضا شاهی خانم اشرف پهلوی میتونه که در ذهن بسیاری بزرگتری مشکلات هم داشته باشه. من از جنبه مسئله جنبش زنان نگاه بکنم که به هر حال ایشون سازمان زناری رو که به وجود آورد 55 شاخه داشت. توجه برزن میکنید؟ اون قسمتهاش رو بذاریم که این قسمتش رو بهش دقت بکنیم، توجه بکنیم که یک جایگاهی برای زنان ایران به وجود آورد که با همکاری خود زنان، نه اون به تنهایی که نمیتونست این کار بکنه، که این زنان مرحله به مرحله تحول خودشون رو انجام دادن تا رسیدن به انقلاب اسلامی. در انقلاب اسلامی تنها مسئله زنان نبود، مسئله مجموعه بود، مردان و زنان. ما مردان و زنان بودیم که به دلیل بی اطلاعی دچار مشکلات و فاجعه امروز جمهوری اسلامی شدیم. زنان اضافه بر اون چیزهایی رو که به دست آورده بودن ازشون یک مقدارش گرفته شد. اولین هشدار در زمان انقلاب اسلامی هشدار یاروسری یا توسری بود که زنان ایران رو به هوشیاری واداشت. بله در خیابان‌ها توجه برزن می‌کنید. این مسئله باعث شده که تا به امروز این هوشیاری ادامه پیدا بکنه. حالا
ما هممون در چند سال گذشته به این طرف مرتبا میگیم که 63% جامعه دانشگاهی ایران زنان هستن. بله. خب این یه اعتبار، یک ارزش قابل تقدیره، ولی نمیایم اینجا ریشه یابی بکنیم که در نهایت به کجا میانجامه. این 63% معنی داره، از چه نظر معنی داره؟ این تنها این نیستش که قبول شده رفته دانشگاه، این با مشکلاتی که وجود داشته از 169 رشته دانشگاهی 69 رشتهش هم نذاشتن این زن وارد بشه، ولی این باز حرکت کرده. چجوری حرکت کرده؟ اومده مبارزه کرده سر کلاس هایی که اگر که شما این سالنامه های دانشگاهی آماری دانشگاه های ایران رو نگاه بکنید میبینید که این مجموعه آدم ها، این مجموعه زنان در بسیاری از جاها تونستن که اون استاد دانشگاه رو هم در یک محوری قرار بدن که اون هم به تلاش بیفته برای این کار. چه نتیجه میده؟ نتیجه که میده خیلی روشنه. حکومت در کشورهایی که مثل ما کشورهای جامعه دیکتاتوری وجود داره در از نظر حکومتش، حکومت سرمشق هم هست. پسرهای ما رفتن به دنبال پول در آوردن، دانش درس رو بل کردن، دیگران از درس به جایی نمیرسن. دخترهای ما ادامه دادن، متوجه ارزم هستید؟ به کجا میرسن؟ جمهوری اسلامی موندنی نیست. برای اینکه مملکت ساخته بشه احتیاج به فکر داره. اون کتاب پارلمان فکری من دقیقا همین حرف رو میزنه. احتیاج به فکر داره، احتیاج به دلالی نداره، به واسطه‌گری نداره، احتیاج به خدمات نداره. همه اینا لازمه تو جامعه. احتیاج به سرویس دادن نداره، احتیاج به فکر دادن. چجوری فکر؟ ما برمیگردیم به صدر مشروطیت و مثل تمام دنیا، تاریخ دنیا رو هم که نگاه بکنیم، یک عده‌ای باعث شدن که یک جامعه حرکت بکنه. بله. امروز اگر جامعه ایران بخواد حرکت بکنه، ناگزیر باید که یک عوامل فکری درش وجود داشته باشه. این عوامل فکری زنان هستن. درسته. امروز باز عرضمو تموم میکنم به این ترتیب که امروز ما شاهد این هستیم که زنان ما تو جامعه ارزش رو که به ضد ارزش تبدیل کرده بودن، ضد ارزش رو به ارزش تبدیل کردن. یعنی چی؟ یعنی اینکه میستن، مبارزه میکنن، به زندان هم میرن. ولی در زندان کتابخونه درست میکنن. درست. در زندان اون زنان دیگری که با جرمهای فساد اجتماعی هستن رو شروع میکنن به تربیت کردن. این مشکل اصلی رو چجوری جمهوری اسلامی میتونه حل بکنه؟ به هیچ شکل. وقتی که شما جلوی کار زن رو میگیرید، این فارغ التحصیل شده، این اومده بیرون، این کار میخواد، این در تولید میخواد شرکت بکنه. وقتی شما میبینید که 1.5 میلیون زن سرپرست خانوار، رئیس خانوار وجود داره، امروز این زن ایستاده و شده رئیس خانوار در جامعه مرد سالار ما. بله. متوجه ارزم هستید؟ یه نکترم بگم و ارزم تموم بکنم. یک سوء تفاهم، یک اشتباه کلامی ما همیشه داریم. ما مردا، ما تازه مردهایی که اسممون روشنفکر، انتلکتوئل، نمیدونم فلانه، یک اشتباه کلامی داریم. میگیم که ما باید زنان رو حمایت بکنیم. نه، اصلا همچیزی نیست. ما باید که در جنبش زنان مشارکت بکنیم. حمایت وجود نداره. اونا نیاز به حمایت ما ندارن. خیلی از موارد جناب علی هم اشاره کردید، ما نیاز به حمایت یه مقدار خیلی زیادی داریم. ولی تو یک جامعه ای که اصلش قبل از آزادی برابری به وجود بیاد، من فکر می‌کنم که خیلی از مسائل جامعه میتونه تحت شعاعش قرار بگیره. در ضمن تایید مطالبی که فرمودید، در بعد از انقلاب هم که بسیاری از خانواده‌ها به خارج کوچ کردن، من در همین آمریکایی که ما بودیم دیدم که مردان به طور کلی مقداری زیادیشون خودشون رو باخته بودن، برای اینکه مقامی داشتن، ثروتی داشتن، زندگی داشتن و آمدن به اینجا و زنهاشون پشتشون ایستادن. زنها ایستادن و اونها رو اداره کردن و زنها بودن که باعث شدن که مردها هم بتونن روی پاهاشون بیستن، نه روی زانوهاشون باشن. و از این نظر در صحبتی هم که قبلا با هم داشتیم من گفتم ما مدیون خانم‌ها هستیم در تمام قسمت‌ها و امروز می‌بینیم که در دنیا خانم ها در بسیاری از کشورها حرف اول رو میزنن. میبینیم خانم رئیس جمهور داریم، خانم پادشاه هم ملکم که داشتیم، خانم نخست وزیر داریم و میفهمیم که به حتی شاید در بعضی از مواقع اگر خانم ها زیاد ما رو کم نگیرن بهتر از مردم ادامه میدن و واقعا هیچ
فرقی نمی‌کنه از نظر بسیاری از کارها بین زن و مرد. و اینکه شما فرمودید که ما از خانم‌ها حمایت می‌کنیم، نه، شاید به نوعی خانم‌ها از ما باید حمایت بکنن که ما بتونیم روی پاهامون بایستیم. کاملا فرمایشتون درسته. البته این نکته رو خدمتتون بگم، مهاجرتی که ما توی این 30 چند ساله گذشته داشتیم مهاجرت خیلی قابل مطالعه است، به این معنا که اولین مهاجرت بزرگ ایرانی است که این مجموعه آمده بیرون. تنها همین 5-6 میلیون هم نیست، متجاوز از 30-35 میلیون جمعیت مهاجر ایرانی است که آمده و برگشته، اینقدرش تثبیت شده تو خارج از کشور. ولی در مورد خانم ها که میفرمایید کاملا درسته، چند تا دلیل دیگه هم داره. یکی از دلایلش اینه که ما در ایران اجازه به شکوفایی یک زن نمیدادیم. متوجه ارزم هستید؟ زنان ما معمولا از شوهرانشون حداقل 6 سال کوچکتر بودن. حد اکثر رو که دیگه نمیخواید در موردش صحبت بکنیم. اینها وقتی که به خارج آمدند زمینه شکوفایی پیدا کردن، بستری به وجود آمد که به درستی شما اشاره کردید که بسیاری از مواقع معلوم باعث این شدن که اون خانواده شکلش رو از دست نده، باقی بمونه و اونها بتونن کار بکنن. چرا که ما مردا در نوستالژی خودمون بودیم. من نمیدونم استاد، مدیر کل، وزیر یا هر چیز دیگه ای، همش در اون دوره خودم زندگی میکردم و در نتیجه اون همسر من بوده که تونسته که وارد بازار کار بشه، زودتر زبان یاد بگیره، زودتر به اداره بچه ها بپردازه. همه اینها در تایید فرمایشتون دقیقا میرسه به همون توانایی هایی که در مورد زنان ما باید حالا در موردش حرف بزنیم. خب بیایم موضوع رو باید عوض کنیم، بیایم به منطقه خودمون، این منطقه‌ای که امروز در گوش و کنارش همه جاش بوی بارود به مشام میرسه و همه جا خون ریزیه و احساس خطری که این روزها آدمی میکنه که این کشورهای اون منطقه در سوریه و عراق و اون قسمت که داعش و مرتب در عراق میشن که بمب منفجر میشه در افغانستان اینطوری و الان مشکلی که در عربستان سعودی پیش آمده و یمن و یک جرقه‌ای که اگر واقعا مشتعل بشه و دو تا کشور به جان هم میفتن. و در این وسط یک نکته‌ای که برای من جالبه، میگفت زهر طرف که شود کشته سود اسلام است، این دوباره غربی هستن که با همه رو تا دندان مسلح کردن و میلیاردها دلار کشورها از ترس همدیگه، مگر اونا که نمیخوان با روسیه بجنگن، عربستان سعودی نمیخواد با روسیه بجنگه، نه با آمریکا، نه با انگلیس، نه با اروپا، برای چی این همه مسلح داره میشه و این بمب‌های عجیب و غریب و این تکنولوژی تازه رو داره میخره؟ یا کشورهای کوچیک منطقه مثل قطر و امارات و بحرین و اینها پول‌های گزافی رو دارن میدن برای اسلحه، برای چی؟ برای اینکه در جلویشون احتمالاً جمهوری اسلامی هست. مگرنه هیچ کدوم از اونها خیال ندارن با اسرائیل بجنگن و حتی بسیارشون هم با اسرائیل مرابطی نیکی دارن. هم یه خبری میخونیم که یک هواپیمای عربستان سعودی در فرودگاه تل آویو نشسته، بعد این میاد میره و بعد یه خبری هست که خلبانه آمده رنگ کرده. اصلا خیلی مثلا نمیخوام وارد این جزئیات بشم. بنابراین منطقه ما منطقه آشوب الان. گاهی اوقات آدمی دل شور میزنه برای یک ملت، ملت ایران، که باز زیر بار یه جنگ بره و این دفعه این جنگ جنگ وحشتناکی است، برای اینکه دیگه اون آرتش منظم زمان شاه نیست، یک آرتش و پاسدار و غیره که هر کدوم با الله اکبر میتونن دست به کارهایی بزنن که عواقب بسیار بدی داشته باشه. منطقه چه خبره آقای دکتر؟ ببینید من توی عرایزم در چند دقیقه پیش خدمتتون عرض کردم که جمهوری اسلامی در چه جایگاهی هست، به کجا میره. ما مسئله منطقه رو ناگزیر باید از 37 سال پیش به این طرف بیشتر نگاه بکنیم. بله. چون در 37 سال گذشته ما هیچ مسئله در این زمینه نداشتیم. یعنی عربستان بود، نه اینکه عربستان نباشه، ولی عربستان جایگاهی نداشت. درست. امارات عربی اصلا اون موقع که حالا بحث بسیار طولانی هست در این زمینه، کتاب‌هایی نوشته شده، خیابون اسفالت درش نبود. بله.
حالا 23 میلیارد دلار مثلا نمیدونم یک باره برای ائتلاف اسلحه میخره، بلندترین آسمان خراش دنیا داره فلان حرفا. همه اینها من عرض میکنم از 37 سال پیش به این طرف نگاه بکنیم، به این دلیل که آخوندهایی که امروز حاکم جمهوری اسلامی در ایران هستند، این آخوندها وقتی که آمدن خواستن به یک باره همه 1400 سال رو جبران بکنن، هم با سرعت بسیار بتازونن. ما در زمان حکومت گذشته با هیچ کشور منطقه مشکل نداشتیم، حتی به ویتنام مثلا، به عمان، نمیدونم اینها هم نیرو فرستادیم که آروم بکنن و غیره و غیره. درسته محمد رضا شاه به هر حال اون نگاه تحقیرآمیزش رو به منطقه داشت، ولی در منطقه کسی جرأت صدا کردن نداشت. امروز به نظر من خیلی تفاوت نکرده. چجوری تفاوت نکرده؟ جمهوری اسلامی اومده جا پای محمد رضا شاه گذاشته، میگه من رئیس منطقه یا جاندارم جاندارم منطقه. بعد آقای احمدی نژاد میان میگن که مرکز دنیا خاورمیانه است، ما هم رئیس خاورمیانه ایم. متوجه ارزم هستید نتیجه چی شده؟ نتیجه اینه که هیچ کشوری رو در منطقه سراغ ندارید که با ایران دوست باشه، غیر از بشار الاسد و سوریه که من باور ندارم 3-4 ماه دیگه کلش وجود داشته باشه. نه اون تا موقعی که جمهوری اسلامی پول داره باش دوست. نه اصلا به خود بشار الاسد عرض میکنم باور ندارم که تا 3-4 ماه دیگه باشه. امروز پس این ائتلاف دهگانه به اضافه ای امریکا بر علیه داعش نیست، بر علیه جمهوری اسلامی است. سجازم هستید. این داعش حالا گفته میشه که دستساز امریکاست یا هر جز دیگه، من چون منم مثل شما نمیدونم، مثل خیلی های دیگه نمیتونم در موردش قضاوت بکنم، ولی این رو میتونم بگم. یک زمانی ما به شاه میگفتیم که شاه نوکر امریکاست چون با امریکا رابطه داره. امروز 11 جا در دور تا دور ایران متعلق به امریکاست. بله. 11 منطقه امریکا وجود داره. یعنی واقعا ایران در محاصره است. محاصره کامل. بل. الان مسئله ایران از یک طرف افغانستانه، از یک طرف جنوب اعرابن، از یک طرف این طرف ها که نگاه بکنیم باز حمله تهدید روسیه وجود داره. متوجه ازم هستید؟ یعنی اینها رو هیچ کدوم نمیشه جدا از هم بهش نگاه کرد. امروز جمهوری اسلامی نگرانی که جناب علی میفرمین با واسه ملتمون داریم، آقای خامنه ای واسه حکومتش داره. ملاحظه کردید که میگه که به من خبر دادن و ما میدونیم که اینها میخوان وارد مرزها بشن. من باور ندارم که وارد مرزها بشن، ولی باور به این دارم که جمهوری اسلامی قادر به ادامه نخواهد بود. چرا؟ اگر 3-4 ماه دیگه سوریه نباشه، که اگر بسیار بزرگی است و مورد تایید جامعه بین‌المللی همه به این نتیجه رسیدن، میبینیم که دشمن قدرتمند جمهوری اسلامی نه ایران، ترکیه است. دیروز خبرها رو حتما ملاحظه کردید، ارتش عربی تشکیل شده به ریاست قاهره. ارتش عربی، یعنی همون چیزی که زمان ناصر میخواست به وجود بیاد، حالا به وجود آمده. مشخصا و رسما هم میگن که یکی از بزرگترین وظایفش مبارزه با ایدئولوژی جمهوری اسلامی است. مشخصا میگن، یعنی ترس و واهمه هم از هیچ کس نیست. امروز وقتی که شما نگاه میکنید میبینید که جمهوری اسلامی برای رسوندن انقلاب به بحرین اونجا همه خرابکاری ها رو کرد، ولی وقتی با قدرت مواجه شد برگشت اومد. درست. به یمن تا لحظه آخر گفتش که ما اجازه نمیدیم کشتی هامون بگردن. وقتی که به قدرت برخورد کشتی هاشو فرستاد جیبوتی برای بازرسی و خالی کردن. هواپیماشو عربستان اجازه نداد بشینه. متوجه ارزم هستی؟ تو عراق، رمادی عراق خیلی معنی داره. امریکایی ها گفتن که ما به شرطی میپذیریم شیعه های طرفدار جمهوری اسلامی بیان، به شرطی که فرماندهی در اختیار عراقی ها باشه. و دیدیم که خب همه جمهوری اسلامی هم الان دارن میگن که در 3-4 کیلومتری امریکایی ها نشستن، ولی اینا اومدن رمادی رو گرفتن، اینا اومدن مرز بین سوریه و عراق رو گرفتن، راهو بستن، راهو همه جا بستن. من فکر میکنم که جمهوری اسلامی مسئلهش صدور شیعه است، ولی راه حل چیه؟ چون اینا تحلیله، راه حل چیه به نظر من؟
من فکر میکنم که ما مملکتی هستیم که ملتی هستیم که درسته جزء 57 کشور اسلامی ازمون نام برده میشه، ولی جناب علی نظرتون هست، هیچ وقت به ما نمیگفتن کشور اسلامی، به ما همیشه میگفتن کشور در جغرافیای اسلامی وجود داره. ما در تنها کشوری در دنیا در اسلامی هستیم که به گفته مسئولین جمهوری اسلامی 99 چند دهم درصد هم اسلامی مسلمان هستن، که زبانمون زبان فارسی است، ادبیاتمون وجود داره. آقای خامنه‌ای نمیدونم رهبر جمهوری اسلامی، نه رهبر ایران، چون بی بی سی میگه رهبر ایران، ما رهبر ایران نداریم، رهبر جمهوری اسلامی، ایشون شعر میگه، شاعرها رو میاره صله میده. چه شعر؟ شعر عربی؟ ایشون که عربی بلد نیست. بله. یا هیچ کدوم دستاندرکاران ایران عربی بلد، جمهوری اسلامی عربی بلد. خمینی هم عربی بلد نبود، قرآن رو. ایشون نخیر، اصلا ایشون اگر نظرتون باشه اول انقلاب آقای دعایی که بعدن شد رئیس روزنامه اطلاعات عکسشون بالا زدن نوشتن مترجم امام در عراق. بله. من باید اون بحثم نمیخوام بشم چون اینا مسائل زیادی رو داره. اینو میخوام خدمتتون عرض بکنم که راه حل ما، نجات ما در منطقه بسیار پرآشوب، به درستی اشاره کردید، بسیار پرآشوب و خطرناکی که وجود داره، اینه که ما به دنیا بگیم، به دنیا بگیم که ما ایرانی هستیم، هویت ما ایرانی است، ما از شیعه گری دست برمی‌داریم، شیعه و سنی دیگه با هم دیگه جنگ نخواهند داشت. 1,400,000+ نفر مسلمان در دنیا وجود داره، 100,000 نفر شیعه وجود داره. شیعه نه مذهب نه دین، هیچی نیست، شیعه یک حزبه، متوجه ارزم هستی؟ به این معنا ما نجات ایران، نجات مردم ایران تنها همین راهه که هویت ما ایرانیست و ما توی جنگ شیعه و سنی نیستیم. کاملا این هشداریه برای اپوزیسیون ایران. کاملا درسته. اجازه بدین که این نکته ای رو بگم راجع به عربی دانستن آقای خمینی و این آقای خویی. شاعر خوب ما میگفتش که 50 واژه بیش نداند ز پارسی، این از عجایب پیر سخنوری. اگر اجازه ما شامی کنید و مهمان عزیز من آقای دکتر لاجوردی هستند که در فرانسه مقیمن، اما برای کنفرانسی که در تورنتو داشتن در بین راه لطف کردن به شهر فرشتگان هم آمدن و ما آوردیمشون در برنامه. بحث بسیاری داریم و نکاتی است که باید سوال کنم، ولی از اونجا که چند نفری مدت هاست روی خط هستن، اجازه بفرمایید با یکی دو تا از دوستانمون صحبت بکنیم و بعد در خدمتشون هستیم. بفرمایید، خواهش میکنم. بفرمایید، خواهش میکنم. با من این؟ بله بله، بفرمایید. جناب آقای کاردان، ضمن عرض سلام و ضمن عرض سلام مجدد و درود بسیار خدمت آقای دکتر لاجوردی که خدا رو شکر بعد از مدت ها ایشون از تلویزیون دیدیم و پای صحبت های ایشون نشستیم، و یه درودم با آقای درمانی بفرستم که با این کارشون یه مقداری خیال ما بیننده را راحت کردن که از این بان بازی و این رفیق بازی های تو تلویزیون، لاغت تلویزیون اندیشه همچی کارهایی نمیشه. به هر حال جناب آقای دکتر لاجوردی مجدداً خوش آمد بهتون میگم. سوال من از شما اینه که در طول این مدتی که در تلویزیون های سیاسی اکثر کارشناسان یا مهمان های برنامه کسانی هستن میان برای مردم دلسوزی میکنن که شناسنامی جمهوری اسلامی در جیبشونه، آیا اینا که با یه زمانی با خود رژیم جز بدنه رژیم بودن و با رژیم جمهوری اسلامی کار کردن و جز پایه‌گذاران ارگان‌های سیاسیشون هم بودن، به چه اطمینانی ما میتونیم به گفتار اینا اطمینان بکنیم و اینا چه دلسوزی برای مردم دارن؟ اینا دلسوزی خودشون توی سابقه کار گذشتهشون به مردم نشون دادن. و این بازی برد و باخت، بازی سیاسی راجب انرژی هستی که سالهای سال بخور مردم دادن، آیا این بازی برد و باخت داره؟ برنده کیه؟ بازنده کیه؟ بر راه حلی که مردم بتونن خودشون از این مسئله بازی های سیاسی جمهوری اسلامی کنار بکشن چه کار باید بکنن؟ ممنونم از لطف و محبت. آخرین طرف مزاحمت بکنم جناب آقای دکتر لاجوردی، سالیان سال شما در رابطه با مسائل سیاسی مملکت خب آشنایی دارید، تو جلسات بسیاری بودی. اگر از من نظر شخصی من بخوام که دو نفر به عنوان رهبری آینده مملکت معرفی بکنم،
اگر شما ظفر زاپذیر کنار بذارم 100 درصد میگم دکتر لاجوردی بیراقت رهبری مردم داره. ممنونم از لطف محبت شما. اگر شما به عنوان رهبری مردم بودید چه راهکاری به مردم میدادید برای نجات کشور و ملت؟ خیلی ممنون. ممنونم از لطف محبتتون. چون تمام خطوطمون اشغاله میخوام خواهش بکنم که و دوستانی که زنگ میزنن کوتاه سوال بکنن و آقای دکترم کوتاه جواب بدن، برای اینکه ما همیشه در حدود 15 دقیقه بیشتر وقت نداریم و مطالبی هم هست که باید از حضورتون استفاده بکنیم. بفرمایید، خواهش میکنم. بنده بفرمایید. ببینید، خیلی به سرعت خدمتتون عرض بکنم. سوال اولی که مطرح کردن در رابطه با شناسایی اپوزیسیون مصنوعی جمهوری اسلامی است. بسیار درست اشاره کردن که به هر حال یک گروهی میان به خارج از کشور، از سربمداران رژیم بودن، ولی به هر حال شناخته میشن و ما نگرانی زیادی نباید داشته باشیم. ولی یک هوشیاری برای مردم باید به وجود بیاد و اونم اینه که تشخیص بدن به چه شکل این اپوزیسیون مصنوعیه، این اپوزیسیون واقعیه. اون راه به نظر من راه روشنی است. اون راه روشن خیلی مشخصه. اگر که این آدم‌ها، این 10 تا 15 تا آدمی که با امکانات بسیار گسترده در خارج از کشور حضور دارن و وجود دارن، اینها رو بشه دعوت کرد با چند نفر دیگه، اینها جلوی مردم پاسخگو باشن به مسائل مردم. اون زمانی که ما خیلی راحت میتونیم بفهمیم که کدام حرف درستی. در مورد انرژی هسته‌ای، این که چرا هست، انرژی هسته‌ای وابسته به جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی نباید باشه در تمامیتش، کلیتش و موجودیتش. بحث رهبری هم اجازه بدید که بعدش. تشکر از شما. خط بعدی رو میگیرم، خیلی کوتاه لطفاً، چون وقتمون خیلی کمه. بفرمایید، خواهش میکنم. بفرمایید. درود بر شما آقای کاردان. درود بر شما آقای دکتر لاجوردی. درود بر شما آقای دکتر. به راستی صحیح فرمودید از اینکه کشور ما به چه بدبختی و چه گرفتاری پیش اومده در اثر اینه که شیعه در واقع نه دینه نه مذهب، شیعه یک حزبه. من خواهش میکنم اگر شما راهی دارید که یه پوتیشنی چیزی برقرار بکنید که مردم برن رأی بدن که با این حزب رو نخواستیم. اینها در مدت 36 سال کشوری که اروپایی ها می اومدن در اونجا، شیراز و اصفهان و شهرهای دیگه، به من می گفتن که ما کشور شما رو بهتر از فرانسه و اروپا اینا می دونیم. اون موقع خیلی قشنگ بود. اون کشور تبدیل شده به یک کشور کلنگی امروز از دست همین آخوندهای چی بگم، آخوندهای که بی کشور بی وطن، آخوندهای نادان، این کشور تبدیل شده به یک کشور کلنگی. خواهش میکنم از شما، منم نظرم مانند نظر شنونده قبلیه، شما هم میتونید یکی از رهبران خوب ایران باشید. خواهش میکنم در این وضعیت خطرناک شما دستتون آستینتون رو بزنید بالا و حداقل بشه کاری انجام داد. ممنونم از لطف و محبتتون. خواهش کردم که چون خودتو همه اشکال کوتاه، خیلی سپاسگزارم. اجازه بدین که خودت دیگران، برای که این مطلب که شما که رهبر هست تموم شد دیگه، ولی بذاریم با چند خط دیگه هم صحبت کنیم بعد تو کلی صحبت کنیم. بفرمایید، خواهش میکنم. بفرمایید. جناب آقای کاردان، در خدمتتون هستم، صداتون داره پخش میشه. خواهش میکنم. ضمن درود به شما و مهمان عزیزتون آقای دکتر لاجوردی، من میخواستم یک نکته رو خدمتتون عرض کنم که اگر قرار بود دیکتاتورهای دنیا مثل رضا شاه باشن، من آرزو میکردم، عقیده خودم، که ای کاش در تمام دنیا دیکتاتورهای مثل رضا شاه باشن. رضا شاه در طول 16 سال غیر از این که به ما هویت داد، هویت، ما شناسنامه نداشتیم. 16 سال ایشون بیشتر سلطنت نکردن. اگر یادت، این چیزی که من از به اصطلاح مادرم اینا شنیدم اینه که حتی آقایون خانماشون رو به اسم پسر اولشون، مثلا مادر حسین، این چیزها صدا میکردن. ولی واقعا دیکتاتور اگر رضا شاه بود و محمد رضا شاه، درود میفرستم به روان پاک این دو پادشاه عزیز. در ضمن منم مثل آقای قبلی فکر کنم بعد از شاهزاده رضا پهلوی اگر قرار باشه من رأی بدم، من به آقای دکتر لاجوردی رأی میدم. آقای لاجوردی دیگه شما خود دارین دیگه، اجازه فرمایید خط بعدی رو بگیرید.
ببخشید. بفرمایید، خواهش میکنم. بفرمایید. میخواستم من بنده با آقای کاردان صحبت کنم. من کاردان هستم، صداتون داره پخش میشه. بفرمایید. الو جانم، بفرمایید. صداتون فاصله داریم. به تلویزیون توجه نفرمایید. صداتون داره پخش میشه. الو بفرمایید. صداتون داره پخش میشه. رضاخان اون زمان زنین های مرغوب و گرفت تبدیل که هلو صداتون داره پخش میشه. بفرمید، خواهش میکنم. ببخشید، مثل اینکه تلفنشون اشتباه، من صد بار گفتم. اجازه بدین چون خطا رو الان نگه داریم بیان. یک نکته بسیار حساس که میدونیم که تا چند روز دیگه مسابقات والیبال هست بین تیم ایران و تیم آمریکا در لس آنجلس ما، و در گذشته هم وقتی که مسابقات کشتی بود اینجا، مشکلی که با حکومت داشتیم، یعنی با حکومت آمریکا و دستگاه‌های انتظامی آمریکا، و به خاطر نفوذی که جمهوری اسلامی یا درخواستی که جمهوری اسلامی داشت، مردم رو اجازه نمی‌دادن با پرچم سرنگ شیر و خورشید به استادیوم برن، و این مشکلی است که در بسیار از مواقع بوده. و الان هم در این مسابقات والیبال باز اعلام کردن که نمیتونم. تا اونجایی که من میدونم، و جناب عالی یک نامه‌ای به آقای جان کری وزیر امور خارجه آمریکا فرستادید در این مورد، داستانش چیه؟ بفهمید. خودتون هم همه اشکال، خواهش میکنم اگر وقت بود با همه صحبت کنید. به همین دلیلی که اشاره کردید، یک نامه‌ای که به آقای جان کری نوشته شده از طرف من، از طرف انجمن پژوهشگران ایران، به این معنا که اشاره کردید جناب عالی، در مسابقات گذشته جلوی پرچم شیر و خورشید رو گرفتن، جلوی تیشرت تن کردن رو گرفتن، به طور خلاصه برای حمایت از جمهوری اسلامی، به فکر این که ممکنه این توافقنامه انجام بشه. یعنی اونها هم ناآگاه نیستن. حرفی که من در این نامه با آقای جان کری و سوالی که دارم و درخواست پاسخی که از ایشون دارم خیلی روشنه که ما دو پرچم داریم، یک پرچم حکومتی، یک پرچم هویتی ملی. توجه ارزم میکنید، پرچم حکومتی ما ناگاه به این قضیه نیستیم که بعد در سازمان ملل متحد به حال پرچم حکومتی شناخته شده جمهوری اسلامی است. ما نمیگیم برداری، چون از دست ما ساخته الان نیست، ولی پرچم هویتی ما هزار ساله که شیر و خورشید روش بوده. پرچم هویتی ما با ما فارغ از اینی که شاه باشه یا این شاه باشه اون شاه باشه، اصلا بحث شاه بودن نیست، بحث هویت های ماست. ما در یک مورد مشترک هستیم، من برای آقای جان کری این رو نوشتم، فارغ از هر نوع تفکری، این تفاوت‌های گوناگونی در ایران، همه میایم به سالن استادیوم ها برای تشویق ورزشکارامون. ما نمیایم که اونجا جمهوری اسلامی رو تشویق بکنیم، ما میایم هموطنان خودمون رو، اعتبار ایران رو بالا ببریم. به این معناست که این نامه نوشته شده. البته روی فیسبوک هم صفحه من هم صفحه انجمن پژوهشگران ایران هست، میشه که ملاحظه بکنن. خیلی اجازه بدید قبل از اینکه شما خط دیگری بگیرید، من یه نکته کوتاه هم بگم. سوال کردم که در رابطه با بحث شیعه و هویت باید چی کار کرد. من یه نکته رو خودم همیشه انجام میدم و اون اینه که من میگم که 1400 سال اسلام به ایران آمده، به مهمانی از در من به خونه من آمده. این یادشون باشه، صابخونه منم. اگر که این رو بهش توجه بکنیم، هممون بگیم که صابخونه منم، اون مستاجریه که خوشنشین باید که نباشه. صابخونه منم، این مستاجری است که به ما تحمیل کرده که روز 17 بار به طرفش تحمیل. در مورد دیکتاتوری رضا شاه و محمد رضا شاه هم من عرض کردم $10 خرج بکنید این کتاب سیاسی اجتماعی من رو بخونید. من بحثم در اینه که نیامدم به عنوان یک کسی که کار تحقیقاتی، کار اجتماعی انجام میده، بگم زنده باد یا مرده باد. آمدم گفتم که من برای آقای کاردان احترام بسیار قائل هستم، ممکنه که کروات آقای کاردان هم برای من خوب نباشه یا خوب باشه. این دو تا از هم دیگه جداست. با کمال احترام، اولا کراواتمو میتونم به شما کادو کنم که اصلا بنده غیر از من و شما، بنده غیر از مشکی چی نمیزنم. بفرمایید، خواهش میکنم. خودتون همه اشکال کوتاه صحبت بفرمایید، برای اینکه فقط 6 دقیقه وقت داریم. بفرمایید، خواهش میکنم.
سلام علیکم، میخواستم با آقای دکتر لاجوردی صحبت کنم. صداتون رو میشنون، بفرمید. خواهش میکنم. سلام عرض میکنم خدمت آقای کاردان، آقای دکتر. من یکی از طرفداران پروپا قرص خاندان پهلوی هستم و از اینه که الان احساس میکنم یه تعدادی شاید نفوذی هستن که در دفتر شاهزاده هستن و یا دور ایشونو گرفتن و مدتی که خبری از شاهزاده نیست، خیلی نگرانم. میخواستم ببینم آیا آقای دکتر لاجوردی نمیتونن کمک بکنن به شاهزاده؟ خیلی اجازه بفرمایید که من جوابتون رو بدم. تشکر از لطف و محبتتون. تا اینجا که تلویزیون اندیشه، همین بعد از ظهر یک مصاحبه با شاهزاده رضا پهلوی بود، فردا صبح هم دو مرتبه این داره پخش میشه و در سه روز آینده یک تلتان ویژه افق ایران داره برای دفتر سیاسی شاهزاده رضا پهلوی و ایشون فعال هستن، دارن کارشون میکنن. البته عده زیادی امروز آقای لاجوردی هم کاندید کردن، ان شاءالله برای ایشون هم یک مراسمی خواهیم داشت. ولی آقای لاجوردی رو ما به عنوان یک متخصص، یک شخصی که پنجره رو به ما باز میکنه که تاریخمون رو بهتر بشناسیم، جامعهمون رو بهتر بشناسیم و خودمون رو بهتر بشناسیم، احترام ویژه براشون قائل هستیم و همیشه از حضورشون استفاده میکنیم. امیدوارم در مملکت ما یک دموکراسی آزادی و باشه که بیشتر از خودشون استفاده بکنیم. اجازه فرمایید آخرین خطا رو بگیریم. بفرمایید، خواهش میکنم. الان اگه ممکنه من یه دقیقه صحبت کنم. بفرمایید، یک دقیقه صحبت بفرمایید. آقای کاردان شما هستی؟ بله، در خدمتتون هستم. بفرمایید، به تلویزیون نگاه نکنید. من خودم مخالف رژیم هستم، این بحث نداره. ولی اون چه که الان راجع به شیعه گفتیم که حزبه، من اینطور فکر میکنم که اگر شما پزشک ندونید مفهوم شیعه، چطور میتونید پزشک باشید؟ شما به من بگید مفهوم دین یعنی چی؟ دین یعنی چی؟ همین. اگه تونستین جواب اینو من بدین چه ایشون بدم، چه تمام آیت الله ها تونستن این جواب بدن، من شما قبول میکنم. ممنون از تلفنتون. اجازه میدید چند ثانیه خدمتتون. این که من عرض کردم که آقای خمینی هم خدمت زیادی به جامعه ما کرده، چند روز پیش من در اینترنت به سخنرانی آقای آیت الله مجتهد، محمد مجتهد شبستری برخورد کردم. در دانشگاه اصفهان ایشون سخنرانی کردن، ایشون استاد الهیات هستن در دانشگاه تهران. در این سخنرانی ایشون اشاره میکنن که قرآن کلام خدا نیست. قرآن چون در هیچ علمی، هیچ عالمی تا به الان در هیچ کجای دنیا نتونسته ثابت بکنه که خدایی وجود داره. این بنده نمیگم، این آقای آیت الله مجتهد شبستری دارن، محمد مجتهد شبستری میگه. قرآن برای ما این اعتبار داره که کلام محمده. و حالا از اونجایی که محمد در حال، با احترام به همه ادیان و مذاهب در همه زمینه ها، محمد همینطوری که مسلمان ها میگن، رهبران میگن، هیچ گونه سوادی نداشته. نه سواد خوندن، نه سواد نوشتن. همونطوری هم که میدونید تمام وحی که به محمد میشده در کوههای حرا بوده. این رو هم یادآوری باید کرد که در کوههای حرا در زمان خسرو پرویز دانشمندان ایرانی که از ایران پناهنده شده بودن، خارج شده بودن، به کوههای حرا پناه برده بودن. میگن حضرت محمد هر دفعه میرفته به کوههای حرا با یک وحی برمیگشته. اجازه بدید که چون من صلاحیتش رو ندارم در این زمینه بیشتر صحبت نکنم. و یادمون باشه که سلمان فارسی هم مینوشته. دقیقاً. و بحثی است بسیار طولانی که اصلا واردش نشیم، به نظر من واردش نشیم. خب من اجازه بفرمایید با آخرین خط، فقط چون فقط دو دقیقه وقت داریم، با آخرین خط گوش بفرمایید. خواهش میکنم. من باکو صاحب کن ولی هنوز گوش منو برمیدارم. بفرمایید، خواهش میکنم. خواهش میکنم. سلام عرض میکنم. سلام از منه، بفرمایید. میبخشید. خیلی خیلی از صحبتهای آقای دکتر لاجوردی واقعا تشکر میکنم و به نظرم میرسه که ایشون تنها کسی هستن، به اولین کسی هستن که راه حل صحیح رو برای مردم ایران پیشنهاد کردن و اون این است که مردم از شیعه بودن و حتی از مسلمان بودن دست بکشن. و تنها چیزی که من میخوام بگم اینه که اگر ممکنه اولین قدم رو آقای دکتر لاجوردی خودشون بردارن و اسم حسین رو که پدر مادرشون اسم اسلامی که در بچگی براشون گذاشتن عوض کنن و از مردم ایران، کسانی که
رضا و حسن و حسین و تقی و نقی و همه غلام های اسلام هستن، این اسامی رو همه در دست جمعی پیش یک قاضی برن و اسماشون رو عوض کنن و جشن های متعدد بگیرن، همونطور که جلساتی که میگیرن در کانادا جشن های متعدد بگیرن و همه جمعا در اسماشون رو عوض کنن. مثل آقای میبودی، مثل آقای لاجوردی، مثل آقای رضا پهلوی، اینا اسمایی رو که نباید داشته باشن عوض کنن و از اسامی ایرانی بگذارن. اگر این کار رو بکنن یواش یواش قدم به قدم پله به پله مردم آماده میشن که خودشون رو از این مسمسه و از این بیچارگی و از این منجلا در بیارن. من اولا میخوام خدا رو شکر کنم که اسم من پرویزه، ولی این اسم حسین رو ایشون به ارث بردن، یعنی خودشون انتخاب نکردن. به هر حال اسم است در حال نکته ای که اشاره میکنه اشکال منتها آخر برنامه است. این وقت داریم آقای پیمان؟ ندیگه نه؟ چشم. و با تشکر بسیار از شما، بعد از اینکه برنامه تموم شد میتونیم با خودت صحبت بکنیم. تشکر میکنم از لطف و محبت بینندگان عزیز که برنامه های تلویزیون اندیشه رو با این دقت نگاه میکنن. تشکر ویژه‌ای دارم از آقای دکتر لاجوردی، محبت کردین. میخوام همین الان ازتون قول بگیرم که هر بار به این طرف دنیا آمدین در خدمتتون باشیم، از حضورتون استفاده بکنیم. این مردم احتیاج دارن که خیلی از مسائل رو بدانن، آگاه بشن، و کسانی مثل شما هستین که محبت میکنین، وقتتون، نیروتون رو صرف این کار میکنین. بسیار ممنونم. من من هم سپاسگزارم از وقتی که برای من قائل شدید. سپاسگزارم از همه بینندگان شما. تشکر ازتون. با درود بسیار، شبها و روزهای خوبی برای هم.